مجلس آخوندها روز دوشنبه 3 بهمن شاهد جلوه دیگه ای از کیفیت قانون نویسی در رژیم بود. یکی از نمایندگان مجلس رژیم به اسم احمدی طی اظهاراتی اعتراف جالبی به چگونگی تدوین و تصویب قانون در مجلس گفته که به شنیدنش می‌ارزه. گوش کنید. ما به قدر کافی نه به قدر بسیار زیاد نیروی انسانی تربیت کردیم که امروز در شغلش موندیم. این پول ها رو باید ببرم در سرمایه گذاری، در تولید، در ایجاد شغل. الان هر خونه شما بری یه دکتر داره دیگه، فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس هم پر شده، فقط داریم لیسانس و فوق لیسانس و دکتر تربیت میکنیم، معلوم نیست برای کجا. تعداد لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی که ما در کشور تربیت کردیم برای اداره جهان اسلام هیچ، برای کل اداره جهان کافیه. فکر میکنم ما گرفتاری بی برنامگی در کشور شدیم. همینجوری الله بختکی قانون میاره ما تصویب میکنیم. هر ما آقای دکتر اینجا ما قانون بودجه مینویسیم یا کتاب حل المسائل؟ به نظر میاد ما داریم کتاب حل المسائل مینویسیم، نه قانون بودجه. هر کسی هر مشکلی داره به هم داره میاره اینجا، یه مصوبه میگیره بسم الله بریم اینو حل کنیم. کشور برنامه میخواد، برنامه نداره کشور. این که هر روز بیایم یه بندی رو برداریم بیاریم پول بگیریم ببریم این کارو بکنیم غلطه. بله، الله بختکی، حل المسائل، بی برنامگی، هر کی یه مصوبه میگیره بسم الله و حرفای مثل این، اینها ترمهای جدیدی که باید به سایر کشورها هم تجربهش انتقال داده بشه که بتونن بودجه نویسی و قانون نویسی خودشون رو در مجالسشون از نظام مقدس ولایت فقیه بگیرن.